هفته از در دکترین و زجرآورترین مرکای کامیکی که ویلنا یا حتی قهرمانا به بدترین روش ممکن میمیرن، مثل شلیک به بیزه های فولورین یا در اومدن ستون فقرات تانوس. بپردازیم بهش. قبل اینکه کامل بریم سراغ نفرات، با بهتون بگم که این لیست و کلش رو از مارول برداشتم، چون که دیدم مرکای زجرآور مارولی واقعا بیشتره و نمیشه که لیست رو بهش اختصاص ندم. پس این شما و این هم شماره یک لیستمون. و اولین مرگ زجرآور لیست، ترکوندن سر کاپیتان آمریکا سم ویلسون توسط تانوس توی یکی از کمیکای پایان بازی. باید بهتون بگم که تانوس وارد یک واقعیت دروغین میشه که اونجا اون جزوی و قهرمانی از انتقام جیانه که اون در تلاش برای عبور از چالشی که باید براش جایزه‌ای دریافت کنه، که اون جایزه هم جایزه بزرگ از معدن خداست، مدتی توی این واقعیت دروغین گیر میفته و مردمو داره نجات میده و با تهدید معمولی در سطح انتقام جویان اون مبارزه میکنه و دقیقا مثل بقیه از انتقام جویان، مثل کاپیتان آمریکا، اسپایدرمن و بقیه، دقیقا همون فعالیت رو ادامه میده. ولی تمام فعالیت ها قبل اینه که اون متوجه بشه همه چیز جعلیه و قهرمان بودن اون دروغی بیش نیست. اون با بهوش اومدنش و اینکه متوجه میشه همه چیز دروغ بوده و اون هنوزم اون ویلن سابقه، بدترین قربانی دستش میاد کسی نیست جز کاپیتان آمریکا سم ویلسون که کله اونو با کوبیدن دستاش به هم منفجر میکنه و سرش کامل له میشه. کاپیتان آمریکا بدون سر دیگه زنده نمیمونه، خون همه جا رو فرا میگیره و کاپیتان آمریکا برای همیشه میمیره. پس بهتره که اصلا تانوس رو با قهرمان بودنش شوخی باش نکنید، چون واقعا عصبیه. آیتم بعدی و شماره دو این لیست، مارول زامبیه که اسپایدرمن خانواده خودش رو زنده زنده میخوره. یکی از تکون دهنده ترین قسمت مارول زامبیز که ما براتون ویدیوش هم قبلا به عنوان یه دونه پارت ساختیم که واقعا کامیک شاهکاریه، که این اتفاق هم به نوبه خودش شاهکاره. گرسنگی همه زامبیاس که از اون رنج میبرن و همه به خاطر اینکه گرسنن اون یکی رو میخورن و گاز میگیرن و ویروس زامبی رو به تموم جهان مبتلا میکنن و ویروس زامبی شیوع پیدا میکنه. فردی که ما میخواییم راجبش صحبت کنیم اسپایدرمنه، که بعد از اینکه تحت تاثیر ویروس زامبی توسط یکی از ابرقهرمانا گاز گرفته میشه، سری میره به خونش تا با مری جین و عمه می برای همیشه خدافزی کنه و به اونو هشدار بده و بگه که برید به یه جای امن، چون همه جا داره فراگیر میشه. ولی خب متاسفانه وقتی که پای خودش رو به اون آپارتمان میذاره، اون ویروس زامبی کل بدنش رو فرا گرفته و دیگه کنترل دست خودش نیست. اول شروع میکنه به خوردن مری جین، اونم به صورت زنده زنده، یعنی عشقش رو به صورت زنده میخوره و بعد هم جون عمه می رو میگیره و اون رو به صورت زنده میخوره. پیتر پارکر نزدیکترین افراد زندگی خودش رو زنده زنده میخوره و برای اون چیزی جز یه درد ابدی باقی نمیمونه. شماره 3 لیستمون که واقعا جذابه، مرگ تانوس توسط دکتر دومه. این دفعه تانوس میمیره ولی به صورت یه درد وحشتناکتر. با بهتون بگم که دکتر دوم تو نابود کردن بیاندرسا توی کامیک سیکرت وارز نقش خیلی مهمی داشته که ما قراره کامیکشو به زودی براتون ترجمهش کنیم. قبلا هم دادیمش ولی خب پیشنهاد میکنم اون نسخه رو نبینید چون زیاد جالب نیست. دکتر دوم تمام بیاندرزا شکست میده و قدرت اونا رو در اختیار میگیره، یعنی یه قدرت خودگونه که به دکتر دوم اهدا شده و طی همین قدرت دنیای جدید به نام بتل ورلد رو داخل دنیای مارول ایجاد میکنه و اون خدای این دنیا هست. حالا که اون قدرتمندتر از همه افراده و قدرتش بالاتر از هر فردیه، تانوس که فشاری شده میره سراغ دکتر دوم و میگه که منم یه خدا بودم زمانی که دستکش بی‌نهایت و سنگ‌های ابدیت و بی‌نهایت رو در اختیار داشتم، ولی حالا تو فکر میکنی که با این دلقک بازیات میتونی یه خدا بشی؟ نه تو نمیتونی. ولی خب دکتر دوم بهش میگه که چه غلطی داری میکنی، تو نمیدونی که من کیم، تو برای خودت یه خدا بودی، یه خدای بدبخت که در نهایت هم شکست میخوره، من با تو فرق دارم. ولی خب تانوس میاد که عصبانی بشه ولی دکتر دوم میزنه وسط قفسه سینه ی تانوس و ستون فقرات اون رو از وسط میکشه بیرون و تانوس هیچ چیزی ازش باقی نمیمونه. ستون فقرات تانوس تو دستای دکتر دوم زوب میشه و چیزی از اون تانوس خبیث باقی نمیمونه. این بود از خلاصه ای از کامیک سیکرت وارز به صورت خیلی کوچیک. کامیک بعدی که واقعا دردناکه کامیک پانیشر مکس هستش که توی شماره 17 این کامیک این اتفاق میفته، که پانیشر این اتفاق رو علیه لوگان بدبخت گیر میاره که لوگان یا همون وولورین خودمون برای کمک به پانیشر در تلاش برای تعقیب اوباش ظاهر میشه.
فران کسل رو فکر کنم تا الان توی ویدیو متوجه شدید که کلن ترجیح میده تنهایی کار کنه و هر کسی که حتی به کمکش میاد و یه اضافی میدونه و حتی اونا رو هم از سر راهش کنار میزنه و به خاطر همین موضوع قبل اینکه اون به خونه برسه یه غلطی میکنه که واقعا دردناکه. بیچاره ولورین. اون علیه ولورین یا تفنگیو میگیره دستش و به بیزه های ولورین شلیک میکنه. یعنی شما تصور کنید که یه کسی با تفنگ، با گلد و با اون تیر دردناک و مرگبار به دونه دونه بیزه هاتون حمله میکنه و به اونو شلیک میکنه. من فکر نمی کنم از درد اصلا بتونید زنده بمونید، ولی بعدش که لوگان با این کار نمیمیره، فران کسل غلطک بخار رو روی اون میندازه و یه جورای اون رو با زمین یکی میکنه و غلطک از روی ولورین رد میشه. ولی خب این تنها استثنای لیست ما هستش و ولورین کسی که نمیمیره و من فقط خواستم که دردناکترین و زجرآورترین اتفاق کامیک رو برای شما تعریف کنم. ولورین بعد این اتفاق باز هم نمیمیره. میریم سراغ شماره 5 لیستمون. دورمامو دکتر استرنج رو خفه میکنه. یکی از اصلی ترین دشمن دکتر استرنج دورمامو هستش که دورمامو و دکتر استرنج چندین بار در طول سالها با هم دیگه جنگیدن. ولی خب توی کامیک اولتیمیت که معمولا هم همه چیز واقع گرایانه پیش میره، با بهتون بگم که دورمامو شنل استرنج رو ازش میگیره و اونو دور گردنش میپیچه تا استرنج از سر فشار خیلی خیلی زیاد به سرش خفشه و کلش از شدت بنفشی و بادمجون شدن منفجر میشه. اینجاست که باید بهتون بگم کاملا واقع گرایانه دکتر استرنج توسط دورمامو که خیلی از اون قدرتمندتره خفه میشه. شماره 6 لیستمون واقعا عجیب و غریبه. باید بهتون میگم توی سری کامیکای اولتیماتوم یا همون اولتیمیت همه چیز واقع گرایانه پیش میره و همه این سری کامیکا رو به خاطر این دوست دارن، چون خیلی واقع گرایانه است و همه چیز طبق منطق پیش میره. ولی خب این کامیک اصلا طبق منطق پیش نمیره. هرکلایزر یکی از ویلنای کامیکای اولتیمیته که خیلی قویه، خیلی قویه، به طوری که آیرون من و نیک فیوری رو پاره پوره میکنه و توی نبرد تن به تن از کاپتان آمریکا هم سرتره. ولی خب اونجرز میبینه که هیچ کاری نمیتونه بکنه و همه چیز داره به ضررش پیش میره. بمب هسته خودش رو میکنه. اون بمب هسته کسی نیست جز هالک که برای مبارزه با هرکلایزر به نبرد میره. هالک میره که مبارزه کنه، ولی خب واقعا اون واسه هالک خیلی عجیب و غریب راحته. یعنی اونجرز رو به راحتی شکست داده هرکلایزر، ولی هالک میره و اونو میکوبه توی زمین و به قدری بد مشت به اون میزنه که اون تبدیل به پودر میشه و بعدش اون پودر رو میبلعه. که بابتون میگم سازمان شیلد بعد این نبرد به هالک میگه که اونو توف کن، ما برای اینکه روی بدن اون تحقیقات رو انجام بدیم نیاز داریم که بدنش رو داشته باشیم. ولی خب بعد اینکه هالک جنازه اون رو توف میکنه، هیچ جوره نمیتونن روی اون تحقیقی انجام بدن به خاطر اینکه اون به معنای واقعی متلاشی شده و هیچ چیزی مشخص نیست. شماره آخر لیستمون، شماره 7 لیست، باز هم از کامیکای اولتیمیته که کلا تو سری کمیک اولتیمیت با اینکه همه چیز واقع گرایانه است، ولی من توی لیست غافلگیر کننده ترینای اونا رو آوردم و عجیبه. پس از اینکه دکتر دوم اسکارلت ویچ کشت و مجموعی از رویدادها رو آغاز کرد که منجر به مرگ میلیون ها نفر از جمله اعضای فانتاستیک فور شد، بن گرین که از اعضای فانتاستیک فور هم بهتون میشناسیدشون، فرد سنگی به عنوان قاضی هیئت منصفه توی دادگاه قراره که دکتر دوم رو قضاوت کنه و به اون مجازاتی رو بده. ولی خب اصلا قرار نیست حکم عادلانه ای به اون بده و اون به عنوان قاضی کار میره سر دکتر دوم رو به دستش میگیره و دسته سنگ موندشو به سادگی به هم میکوبه و سر دکتر دوم از بین میره و متلاشی میشه. یعنی دکتر دوم به راحتی توسط قاضی پرونده از بین میره و از کله اون هیچی نمیمونه. معمولا با بهتون بگم که بن گرین یه قاتل نیست، ولی خب ببینید که دکتر دوم چیکار کرده و اعضای خانواده اونو کشته که اون سر دکتر دوم رو متلاشی میکنه. امیدوارم که از این لیست خوشتون اومده باشه. باید بهتون بگم که توی این سری ویدیوها اگه هر اطلاعاتی دارید و اگه مرگ‌های زجرآور و شبیه این رو میدونید که من توی لیست نمیگم، حتما توی کامنت‌ها بنویسید، پینش میکنم که بقیه هم بخونن و برگاشون بریزه. لایک و کامنت و سابسکرایب بهتون نره که بزرگترین حمایت از ماست. و همین دیگه، تا ویدیو دیگه، بدرود.